آقا با دقت، آقا با دقت. یواش یواش یواش. ببینی طرف چپ؟ ببینی طرف چپ؟ آقا دقت کن چه کار می‌کنی؟ اون دستگاه لوازم ورزشی مهمیه. پله‌ها خراب نشه آقا. دیوار خط نیفته. ببینی به راست، ببینی به راست. یه خورده اینورتر، یه خورده اونورتر. آها دقت کنی. عجله نکن. عجله نکن. مامان، بالاخره نگفتی اون تو چیه ها؟ یه ماساژور با یه دستگاه تردمیل از رو اینترنت سفارش دادم. خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگم حضور اعضای محترم هیئت مدیره باشگاه آذرخش و همینطور خبرنگاران و ارباب جرائد. جلسه رو شروع میکنیم با صحبت‌های جناب آقای دربندی به عنوان مشاور و مدیر برنامه جناب آقای حشمت سوری. آقای دربندی بفرمایید. متشکرم. با اجازه خواهرها برادرها عرض کنم من به عنوان مشاور و مدیر برنامه های جناب آقای سوری باید خدمتتون عرض کنم که هدف ایشون از سرمایه گذاری کلان در عرصه فوتبال ارتقاء سطح ورزش برای جامعه و طبعاً گام برداشتن در راستای سلامتی و شادابی نسل جوان کشور است. نسلی که با فوتبال زنده است، با فوتبال زندگی میکنه و با فوتبال پیر میشه. من باید تأکید کنم که اولویت جناب آقای سوری در این باشگاه ترمیم ساختار فوتبال پایه و ایجاد مراکزی برای هر چلمی تر کردن این ورزش مردمیه. البته در کنار تحقق این اهداف دراز مدت ایشون قصد دارن تا در کوتاه‌ترین زمان مشکلات این باشگاه رو رفع کرده و اونو به جایگاه واقعی و اصلی خودش برگردونن. خیلی متشکرم. چاکر آقای دربندی. چاکر. متشکرم آقای دربندی. آقای سوری در خدمتی. فوتبال خیلی بازی خوبیه، خیلی باحاله. 10-12 تا بازیگر داره، 2 دروازه داره، یه توپ داره. در واقع ترمیم ساختار فوتبال، خلاصش اینی که من اومدم فوتبال رو نجات بدم. احسن. در واقع اومدم فوتبال رو نجات بدم، اومدم یه خونتکونی حسابی واسه فوتبال انجام بدم، اومدم لهیده ها رو از رسیده ها جدا کنم، نوبره رو بچینم رو، خلاصی یه حال حسابی به فوتبال بدم. میونه کلوم خودم یه کاری کنم همه تون پولدار بشین. منظور حشمت خان البته اینه که چون فوتبال یه صنعت پولسازه، ما باید در جهتی حرکت کنیم که فوتبال به خودکفایی برسه و خرج و دخل خودش رو در بیاره. بله، به خودکفایی برسه و خرج و دخلش رو در بیاره. آقای سوری، من لازمه یه توضیح بدم خدمتون. باشگاه آذرخش به لحاظ فنی هیچ مشکل خاصی نداره. تنها مشکل ما در باشگاه تأمین منابع مالی و پرداخت هزینه‌های سنگین باشگاهه. این هزینه‌ها به حدی ما رو تحت فشار گذاشته که حتی توان پرداخت قسط دوم بازیکنام رو هم نداریم. بسوزه پدر این بیپولی. میفهمم چی میکشی. جناب آقای رحمانی، باید خدمتتون عرض کنم با وجود آقای حشمت خان سوری تو این باشگاه، قول بهتون میدم تمام این اهداف محقق میشه. البته دلیل اصلی این مشکل اینه که عاشقان واقعی فوتبال و اونا که دلشون با حال این ورزش میسوزه کنار گذاشته شدن و این فوتبال افتاده دست یه سری آدم های کاسب. اونا متاسفانه مثل خوره افتادن به جون این ورزش و دارن اون رو از بین میبرن. بله، به نظر منم فوتبال جای آدم های دلسوز و عاشقه، درست مثل حشمت خان سوری. البته از شما چه پنهون، من جزو اون دسته دوم هستم. ولی خب آره دیگه، دسته دوم کسی هستن که با فوتبال عشق میکنن. آه عشق میکنن. من همیشه گفتم که توپ فوتبال باید پاک بمونه.
البته برای پیشرفت فوتبال پول لازم اما کافی نیست. برای اینکه این فوتبال بتونه در آینده یک شرایط مناسبی داشته باشه، چیزهای دیگه مثل تخصص و عشق و تعهد هم لازم. جناب سوی، اگر اینجوری باشه فبا، در غیر این صورت ما تا ابد درجا خواهیم. آقای رحمانی، یه ضرب المثل قدیمی هست، میگه زنبور دست میوه فروش جماعت رو نمیزنه. خیالمون باید راحت باشه، نه؟ آقای رحمانی، من بهتون قول میدم با وجود آقای حشمت خان سوری تو این باشگاه تمام این اهداف محقق میشه. بله، من در واقع مشکلی با حضور آقای سوری در باشگاه ندارم، منتها برای مدیر عامل شدن ایشون نظر هیئت مدیره هم لازم. آیون رأی میگیریم اونایی که موافق هستن آقای سوری به عنوان مدیر عامل انتخاب بشن دست بگیرن. ده شما دو نفر که نمیتونین رأی بدین. دست بگیرن. نه، خواستم تبریک عرض کنم. تبریک میگم. متشکرم. خب آقای سوری، با اکثریت آرا من امروز شما رو به عنوان مدیر عامل باشگاه معرفی میکنم و بهتون تبریک میگم. چاکری. مرسی. به افتخارشون بی بی هورا، بی بی هورا، به کشمت با دلائی سرور تیم مایی، به کشمت با دلائی سرور تیم مایی. آقایو، من میخوام یک تغییر اساسی توی باشگاهمون بدم. ببینید، خربوزه رو از مشهد وارد میکنم، انار رو از ساوه، اما نارنگی رو از پاکستان، موز رو از آفریقا، آناناس رو از هند. منم میخوام از برزیل یه دوجین بازیگر وارد بکنم، عین زلزلک بریزم تو زمین. خودشون سیستم 3-5-2 بلدن، توپ رو میبرن چی؟ گل. آفرین. یعنی خیالتون میتونه راحت باشه، یعنی بدون هیچ دردسری. همه چی برنامه ریزی شده است. بله، همه چیز رو درست بخواه. چاکر شما هست. آقای درمندی، من سالها با فوتبال زندگی کردم، باش عشق ریختم، باش خندیدم، در واقع من با فوتبال بزرگ شدم. پس به جرئت میتونم بگم که حشمت خان شما هیچی از فوتبال سردر نمیاره. رحمانی عزیز، شاید حق با شما باشه، ولی الان هیچ چیز مهمتر از سر و سامان دادن به وضع بد مالی باشگاه نیست. شما میگی حشمت خان فوتبال بلد نیست، ما میگیم درسته، بلد نیست. از سرمایش به فوتبال کمک کن، این چه اشکالی داره؟ آقای رحمانی ببخشید، یه اتفاق خیلی عجیب افتاده. چی شده؟ به جز یک نفر هیچ کدوم از بازیکن نیومدن سر تمرین. برای چی؟ نمیدونم. آقا بریم سر زمین. دیگه نمیتونم آقای نادری، دارم از پا در میام. حقته، تا تو باشی دیگه کاسه داخته از آش نشی. وقتی که هیچکی نیومده سر تمرین، تو برای چی اومدی سر تمرین؟ برای چی؟ سلام. سلام علیکم. چاکری، قضیه چیه آقای نادر؟ چه بازیکنات نیومدن سر تمرین؟ جناب رحمانی، من با این وضعیت دیگه نمیتونم ادامه بدم. اون از وضع پرداخت دستمزد، نه از وضع تمرینمون. وقت شما توقع دارید من شاهکار کنم، تیمم نتیجه بگیره؟ آقای نادری، اجازه بدید من این قضیه رسیدگی میکنم. نه آقا، من ترجیح میدم استعفا بدم. با این کارم لااقل آبرو و اعتبار فوتبالی خودم رو حفظ کردم. آقای نادری، آقای حشمت سوری مدیر عامل جدید باشگاه در جریان تمام مشکلات قرار گرفتن. قول دادن که انشالله در اسرع وقت این مشکلات رو رفع بکنن. آقای محترم، با قول و وعده و وعید آقا که مشکل ما حل نمیشه. بازیکن من زندگیش خرج داره، پولش رو میخواد آقا. خب پول میدم، تو بازیگر رو برده بیار اینجا بازی بکنه، من پولش رو میدم. به به، باریکلا، چه شهامتی. ایدون خان، شما یکم تحمل داشته باش، همه کارا درست میشه. سیروس خان، میتونم بپرسم شما تو این جمع سمتتون چیه؟ والا بنده حقیر مشاوره آقای حشمت خان هست. مشاوره. خیلی مخلصی. شاکری. سلام جناب سوری. سلام بر تو ای فلفل زیبا. حویجه. حالا. اجازه بدید که از طرف همه بازیکنان تیم حضور شما رو خیر مقدم و تهنیت عرض کنم. والا ما اینجا همه بازیگرایی نمیبینیم، ولی به هر حال باشه. اسم شما چیه؟ من
فرید قادری، دروازه‌بان سوم تیم. تو با این اخلاق خوبه چرا اول نشید؟ البته خب مقام آوردی. برو به بازیت برس. پس فعلا با اجازهتون. بفرمایید آقا. خوب دقت کن. این قضیه باید امروز تکلیفش روشن بشه. ناکس. سیاوش جان خوب گوش کن ببین به چی میگم. بازی دیگه تموم شد. تو هم سعی نکن بین بچهای تیم من اختلاف بندازی. بعدم هر چی زودتر برو پلو مدیریت باشگاه جناب حشمت خان سوری و مشکلتو با اون حل کن. چون که در غیر این صورت دیگه در تیم من جایگاهی نداری. ای کلک تو دیگه کی هستی؟ طرف بغلت میخوای بو نبره. آره بسیار خوب. پس از این هفته بازی رو از رو سکوی تماشاچی ها تماشا میکنی تا بفهمی نادری با کسی شوخی نداره. تریب نامردیه دیگه ها؟ خیلی خوب. آی نادری شما هم لطف کنین بعد از ظهر منزل نرین، چون من میخوام برم پیش عیال مربوطه از وفاداری شما براش صحبت کنم. آخه سیاوش جان من مجبورم. این بابا بدجوری چپش پره. تا نق زدیم پول فوری دست چکشو کشید بیرون تمام بدهی بچه ها رو داد. من دیگه بهونه برای مخالفت ندارم، مجبورم برم سر تمرینات. ببین آی نادری اون تو رو میتونه با پول بخره ولی منو نه. من پا میشم میام باشگاه تکلیفمو با همش رو روشن میکنم. من نه باج میدم نه منت کسی رو میکشم. با تو هم دیگه هیچ کاری ندارم. تموم. اینطوری نگاه نکن دیگه، من نه باج میدم نه منت کسی رو میکشم. آقایون من خیلی امیدوارم که تیم آذرخش از امروز با حضور جناب آقای سوری. بفرمایید حشمت خان، اینجوری ایشون بهتر ارتباط برقرار میکنه. آقا حشمت باطلایی سرور تیم مایی. حشمت باطلایی سرور تیم. بفرمایید آقا بفرم. چاکر فلفل زیبام هستیم، مخلص یکیتونم هستم. ناز نفس من اومدم، یعنی حشمت سوری اومده تا خود کفایی و ترمیم و اومدم خلاصش فوتبال رو نجات بدم. من آقا به افتخارشون کفه مرتب. آقا جون چرا هی تکراری حرف زنی؟ دو تا کلمه جای به کار ببر. مثلا چی بگو؟ بگو اومدی تیمو قهرمان کنی و هدف نهایی شاد کردن دل هوادارهای تیمه. چاکریم من اومدم که تیم هواداران قهرمان بشه. من اومدم تا ما دور هم جمع شیم شاد باشیم و حال کنیم بخندیم. خلاصه آقا جو شما همون حرفای قبلی خودتو بزن. خلاصه اومدم که من فوتبال رو نجات بدم. شما هم باید هر کاری که هست انجام بدین که تیمتون ببره. احسنت، یک کف مرتب. منظور حشمت خان اینه که ما در کنار اخلاق و جوانمردی و فرپلی باید راه قهرمانی رو چی پیش ببریم. باید راه قهرمانی رو پیش ببریم. چاکری نادری جان یه دقیقه بیا دنبال من، کارت دارم. بیا جونم. حشمت جان چیزی شده؟ نه نادری جان ببینم تیم ما چه سیستمی بازی میکنه. 4-4-2. نشد. ببین اگر میخوای تیمت قهرمان بشه باید 3-5-2 بازی کنی. برزیلی که میشناسی زرد میپوشن، با سیستم 3-5-2 قهرمان شدن. شاید اینجور باشه ولی بنده به عنوان یک سرمربی عقیده‌ای به 3-5-2 اصلا نداره. ببین دو دست بازی کن مشتری میشی، عقیده پیدا میکنی. متاسفم اینطور نمیشه، چون که تیم من تنها سیستمی رو بازی میکنه که من بهش بگم. بعدم در فوتبال مدرن امروزی این بازیکانی که سیستم رو تعیین میکنه نه مربی. پس بگو دیگه تیم ما صاحب نداره دیگه، هر کی به هر کی. نه آقا جون منظور من اینه که هر سیستمی ابزار خودشو میخواد. خب بگو چه ابزاری میخوای، من برات تهیه میکنم دیگه. مثلا تو میوه ما چاقو داریم، چراغ زنبوری داریم، ترازو داریم. بگو چی میخوای من تهیه میکنم دیگه. من باید مهره در اختیار داشته باشم تا بتونم سیستمو درست اجرا کنم. منظور من از ابزار بازیکنه نه چیز دیگه. خب یه لیست بده من میفرستم بچا میرن میخرن دیگه. سفارش میدی میارم. حشمت خان ما رو گرفتی ها. الان که فصل جابجایی بازیکن نیست، ما باید حداقل تا نیم فصل صبر کنیم. بابا این فوتباله، تره بار که نیست. ای فصل میکنی. تازه میوه‌ش هم خارج از فصل تو انبار هست. بسیار خوب. خود دانی.
به حرفای من فکر کن، ولی بدون نظر من عوض نمیشه. بابا جلو اونو بگی داره آبرو ریزی میکنه. چرا بوس میکنی؟ اون پشت چه خبر بود؟ کدوم پشت؟ اون پشت. میگم چی داشتی بهش میگفتی؟ آه اینو میگی. یه بحث تخصصی کردیم، بعدم باهاش اتمام حجت کردم. خیال نکنه هر غلطی که دلش میخواد بکنه میتونه بکنه. باز که تون رفتی عشمت خان. بابا طرف سرمربی تیمه، تمام مسئولیت فنی تیم عهده اونه، تو نباید تو کارش دخالت کنی. پس ما مترسک سر جالیزیم دیگه ها. آقا عشمت جون، شما باید فقط تو حوزه اختیارات خودت کار کنی. مثلا اگر تیم نتیجه نگرفت یا دو سه هفته پشت سر هم باخت داد، سرمربی رو اخراج میکنی، یکی دیگه جاش میاری. خب نمیتونیم از همین الان اخراجش بکنیم، یکی دیگه بذاریم جاش؟ صبر کن یواش یواش، به اونم میرسیم. راستی تمام هماهنگی ها برای کنفرانس مطبوعاتی فردا انجام شده، اکثر خبرنگارام شرکت میکنن. ها پس دیگه هیچ مشکلی نی؟ نه فقط میونه قرارداد بین من و شما که اونم امروز امضا میکنی و تمام میشه میره پیکارش. تو چقدر عجله داری سیروس؟ بابا جان یه دونه غوره میخواد انگور بشه 6 ماه طول میکشه اقلا، میخواد شیرین بشه کیشمیش بشه شاید 2 سال طول بکشه. بابا جان چشم، بذارین امضای من سر این قرارداد خوش بشه، قرارداد تو رو میبندیم. بابا سخت میگیری قضیه رو. حالا ببریم اتاق این رحمانی ببینیم چه خبره. بیا دوستان بفرمایید، تو زمین تمرین داره. بفرمایید دوستان بفرمایید، همه گی بفرمایید. قربان در رو واکن. نمیخوام خبرم بگی سر آوردی. در رو واکن. حالا توی باشگاه چه خبره؟ این که تو خالیه که حشمت خان، این کاپ دیگه باید تو خالی باشه دیگه. خب من مزنش چقدره؟ آره هونی، آقای رستمی اومده داره پسر حشمت خان دعوا میکنه. واسه من شاخشون نمیکشی بازیکن دوپینگی؟ بزنم شوختو بشکنم. ببین همچی میزنم که بهش اسبی زیر تا. آقا ببین تو اوت نمیتونی پرت کنی، میخوای منو بهش اسبی بچار؟ ببین میرم یکی از اینا با استوکش همچی یادگاری بذاره وسط این چشات. ها تو این پاد به اون پاد لایی میزنه، میخوای خواهرزاد منو بزنه اینو؟ همین دیگه، هرکی هرکی شده دیگه. همینطوری عرض لباش میان سرشونو میکنن میان تو تیم. ما گفت عرض لباش ببین ببین گور خودتو کندی، کار تمومه. چه خبر اینجا؟ معنی این کارا چیه؟ این آقا فکر کرده اینجا لاتخونه هست، اومده واسه من عربده کشی میکنه. واسه تو من تو اول شروع کردی بیبی بی تربیه. خب باید هم شروع میکرد. تو هم تا من رون روی سگم بالا نیامده تمومش کن. آقای رحمانی شما یه انسان فرهیخته ای نشون میده. من از شما سوال میکنم، اگه یکی به شما تهمت بزنه که خرابکاری کردی ناراحت نمیشی؟ آقا من مطمئنم اشتباه نمیکنم، تمام اعتصاب امروز بازیکنان زیر سر همینه. آره آقا کار منه. حالا اصلا شما به نظر من این سوء تفاهم با یه عذرخواهی و یه اظهار ندامت تموم میشه. کی عذرخواهی کنه؟ من از اینا محالت نکنی. آقای رحمانی یک کلام لپ کلام، این خورمالو خرک دیگه نمیتونه تو تیم من بازی کنه، وگرنه من نیستم. تازه شما داری تصمیم درست رو میگیری چون آدرس رو اشتباه اومدی. آقای رحمانی من تا آخر فصل برای شما مجانی بازی میکنم، یه مش اسپانسرم با خودم میریزم تو تیم، اینا رو رد کنی آروم برن این بغل. آقای بچه حرف دهنتو بفهم، به حشمت خان توهین میکنی، رفتی تو گور، کار تموم. آقای رستمی با وضعی که پیش اومده من فکر میکنم ادامه همکاری شما دیگه با باشگاه مقدور نیست. نیست. شما دیگه از امروز حق تمرین و حضور در کنار تیم رو ندارید. نداره. یعنی چی آقای رحمانی؟ یعنی شما بهترین بازیکن تیم، ستاره تیمتون رو به خاطر اینا میخواین اخراج کنین؟ آقای سوری مدیر عامل باشگاه ما هستن. در ضمن جناب علی به خاطر مشکلات اخلاقی دارید اخراج میشید، نه فنی. اینو یادتون باشه. آقای رحمانی شما مثل اینکه در جریان نیستین، یکم مطبوعاتو مطالعه کنین، تو این سایت ها یکم بچرخین. من جنازم هم تیمای دیگه میخوان. همین الان رئال مادرید در به در دنبال منه. یه رضایت نامه من بدید یه دقیقه دیگه من خودم تحویلشون دادم. رضایت نامتون دو روز دیگه آماده است، تشریف بیارید بگیرید. وقت تحویله جنازه هری. حالا همینطوری هم که نیست، چند روز کارهای گمرکی و ترجمه اینا طول میکشه. این مادرید میخواد خرمالو وارد کنه. چون خبر سیاوش تو خالی منو سکته میدی ها؟ باز کن باز کنم، کار دارم میخوام برم. برو بابا. لعنتی فکر کردی من به این راحتی کوتاه میام؟ حالا چی کار کنم من این وقت سال؟ مگه این وقت سال دیگه تیم پیدا میشه؟
خاک تو سرت سیا گن زدی گن زدی گن زدی. بله شما؟ من با شما هیچ حرفی ندارم. قد نکن آقا سیاوش، من زنگ زدم تا بیام مشکل تو رو حل کنم. من مشکلی ندارم. داری، خودت هم خوب میدونی این ماجرا داره برات گرون تموم میشه. ببین عزیز من، من همین الانشم از بهترین تیمای اروپایی پیشنهاد کار دارم. پس برو با همونا قرارداد ببند. الو الو قد نکن، گفتی یه راهی داری برای اینکه مشکل من حل شه، بهم بگو. حالا این شد یه حرفی. من شما رو برمیگردونم به تیم، اما یه شرطی داره. چه شرطی؟ پای تلفن که نمیتونم بگم، یه آدرس برات اس ام اس میکنم، بیا اونجا بهت میگم چه شرطی. کجا سیروس؟ کجا؟ شرمنده حشمت جون، باید برم خونه، شایسته زنگ زده حالش خوب نیست. حتما زارزالک چیزی خورده، سردیش کرده، شاید هم مسموم شده. شاید. خب ببین تو بری آخه من اینجا چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ چیکار کنی؟ بازدید کن، برو بچرخ ببین اینجا چی داره چی نداره، امکاناتش چیه. در ضمن یاد باشه برای فردا یه دست لباس رسمی شیک می‌پوشی. به پیامم بگو چهار تا جمله دیگه یادت بده به غیر از نجات فوتبال. خدا خب من فقط اومدم فوتبال رو نجات بدم دیگه. کجا رو بازدید کنم آخه؟ اینجا اتاق شماست، اگه چیزی لازم داشتید داخلی 55 رو بگیرید، بنده در خدمت هستم. چاکریم، ما هم در خدمتی. بله شما بفهم بفهم بفهم. شما چه پنهون، دیگه شدم حلول سرسبد، دیگه بابات یه آدم دیگه شده، دیگه شدم یه مدیر. گفتنی این چی میگفت یارو؟ اسطوره، اسطوره. اسطوره. بسات سیب زمینی پیاز کجا، این دم و دستگاه کجا؟ چی گفتین شما؟ مبارک باشه آقا اشمدی، شده یه روز تیم ملی رو بخری. به کوری چشم تو خورمالو لکی اونم بیخرم. به به، میزو صندلی رو خدا رحمتت کنه ماشالله خان، که چه کردی با ما واقعا. بفرم بفرم. سلام علیکم. سلام علیکم جناب سوری، همکارا اومدن برای دیدن جناب علی و عرض خوش آمد. چاکر یکی یکیتونم هستم، خیلی خوش آمدین. ببخشید بلند نمیشم، این صندلیه این سیریش با آدم میچسبه. شله شادی عزیزان دستمان. جناب سوری، من صالح مدیر مالی باشگاه هستم، از طرف کلیه همکارانم حضور شما را در باشگاه آذرخش خوش آمد میگم. امیدوارم همکاری با شما باعث موفقیت این باشگاه مردمی. ولی آسوپاس بگردن. بله شما توجه میکنید که اشمت خان سوری برخلاف چهرهشون که خیلی خشنن یه رویه شوختب و خاصی دارن. بله دارم دارم دارم. بامزه است دیگه، میگه مردمی ولی آسوپاس خنده دارنی. خنده داره. الو بله بفرمایید، خودم هستم. ببخشید اون وقت این دوست اسم نداره؟ چرا خودت حدس نمیزنی؟ خودم حدس بزنم. خب یه خود بیشتر حرف بزن تا بگم به. میخوام یه پول قلمبه بهت برسونم. ببینم تو که پول بدت نمیاد. شهروز؟ ناکس تویی؟ شهروز نیستم. خوب گوش کن. فرزاد؟ فرزاد خودتی؟ نامت کی از مسافرت اومدی تو؟ فرزاد نیستم عزیز من، فرزاد نیستم، فراموشش کن. فرهاد؟ نامت خودتی؟ من خر رو بگو چرا زودتر نشناختمت. من نه فرهادم نه فرشادم نه فرزادم. فرشید؟ خودتی؟ ببین من دهن آقا نمیخواد حدس بزنی من کی هستم. مگه خودت نگفتی با هم دوستیم؟ دوست هستم اما نه اینقدر صمیمی، در حد سلام علیک. بله خب حالا چی کار داری؟ گفتم که میخوام یه پول قلمبه بهت برسونم. ببینم من تو بانک چیزی برنده شدم؟ نه شانست برده، امروز به ازور میاد به آدرسی که بهت میدم، باید کمی با هم گپ بزنیم. ببخشید درباره چی؟ عجله نکن، به وقتش بهت میگم. فقط یاد باشه راجع به این موضوع با کسی صحبت نمیکنی، چون احتمال داره رقیب پیدا کنی. خیلی خب حالا باید کجا بیام؟ آها باشه، بس من همون ساعت اونجا شماره. فقط ببینم من شما رو چجوری باید بشناسم.
فهمیدم. باشه باشه. قربان شما. خدا. دایی چی کار میکنی؟ ترسیدم. کی بود؟ تلفن؟ آه یکی از دوستای قدیمیم بود، از سفر اومده بود، خیلی اصرار داشت که من برم ببینمش. چی شد؟ آقا جون چی شد؟ گذاشتی اونجا بمونه تک و تنها؟ الان گاف میده خب. مشغوله. دست به نمیری؟ آقا سلام. دیر کردی. ترافیک بود. شما پشت تلفن گفتین که میتونیم منو برگردونیم به تیم. بلوف نکردم. میتونم این کار بکنم. البته اگه خودتو بخوای. من اهل منت کشی و اسخایی و حرفا نیستم. اگه راه دیگه ای سراغ دارین اینا هاشن من هستم. در غیر این صورت من برم با همون تیمای اروپایی وارد مذاکره شم. آقای رستمی. به به چه سعادتی تشریف آوردین رستوران ما. خواهش می‌کنم. خوبی شما؟ یکم فقط آروم تر قربونت. بله بله هوادارا و امضا و عکس و اینا خلاص شهرت دردسر دادم. دو تا کافی برام. فقط آقای رستمی اگه جسارت نیست یه امضایی اگه موعد ممنون میشم. بفرمایید. کجا رو؟ زیر این زیر. زیر آبزرش؟ بله بله همینجا. ممنون دستتون درد نکنه. ببین آقای سیاوش خان این دیگه کاربردی نداره. آسیا باش تو ممکنه فوتبالیست معروفی باشی ولی توی فوتبال آدم بی تجربه ای هستی. اینا رو گفتم که بدون این چیزایی که تو الان داری میخونی من 40 سال پیش دوره کردم. آقا اگه میخوای منو نصیحت کنی من حوصله نصیحت شنیدن ندارم. من نیومدم اینجا نصیحت کنم. فقط میخواستم بدون اینی که روبرود نشسته وقتی که 15 سالش بود جلو در امجد یه بلیت فروشی میکرد. میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که من تو فوتبال بزرگ شدم. تمام بالا پایینش میدونم، زیر و بمش میدونم، همه آدماش رو میشناسم. بنابراین تو به جایی که خیال پردازی کنی به آذرخش فکر کن. خیال پردازی؟ من حتما باید برم فکس ها و دعوتنامه تیمای اروپایی بیارم تا باور کنی؟ آسیا باش بیا با هم دیگه رو راست باشیم. تو الان فیزیکت رو فرم نیست، آت آف شیپی. من چند جلسه بدنسازی کنم میام رو فرم. چند وقت الان نیمکت نشینی؟ توته کردن علیهم. تو این فصل فقط یه دونه گل زدی، اونم از رو نقطه پنالتی. پاس نمیدم به شما که بهتر میدونی یه دستایی تو کاره که منو خراب کنن. آقا قبول، من رو فرم نیستم ولی همین الان که چند تا پیشنهاد خوب دارم از باشگاه‌های لیگ یک. حالا چه فرقی میکنه؟ پولش که خوبه. فرق میکنه، بازیکن بزرگ با تو تیمای بزرگ بازیکن تا فراموش نشه. آفر. ای یارو دوست داری بازیه بعد چند تا به تیم سوراختون بزنی؟ چیه خجالت کشیدی؟ حق داری خجالت بکشی. میخوایم بازیه بعد سوراختون کنیم. بیشیم ما با سی رابی. یاد رفته پارسا چند تا خوردیم؟ به کمک داور سه تا. چهارتای دو سال پیش یادتون رفت داره؟ فرض کنیم من تصمیم گرفتم برگردم به تیم. پیشنهاد شما چیه؟ با اون گندکاری که تو بالا آوردی راضی کردن این همه آدم ناراضی کار سختی، مخصوصا اگر یه طرف شش بدخوان باشی که آدم لجبازی. منظور من 30% از کل قراردادتو میخوام. چی؟ فکر نمی کنم برای زنده کردن یه بازیکن سوخته که از تیمم اخراجش کردن این مبلغ زیادی باشه. با این تیم سوراخشون. تیم ما سوراخه یا تیم شما؟ تو 5 تا بازی 100 تا گل خوردی. یا درفتی دو هفته پای دربندی. من ترجیح میدم فوتبال رو بذارم کنار و خونه بشینم تا اینکه به شما باج بدم. شما بهتره بگردی آدمی رو پیدا کنی که عشق معروفیت و محبوبیت داره، نه آدمی مثل من که سرش در عباس. آره این های محبوبیت اذیتت نکنه آقای سیاوش. بازی کن دیگه، بازی کن. گل! چه دیوونه، آرومتر بازی کن خب. خدا شفا بده، خل شده. ماما خانم اگه این پدرام آخر سال نمره نگیره تقصیر شماستا. چرا؟
از صبح تا شب نشسته پای اون دستگاه لعنتی هی داره بازی میکنه، درس که خبری نیست. اب نداره بابا جون، بچه‌ست یه دو روز بازی میکنه بعد میره سر درس و مشقش. آوردی برام؟ بله بفرمایید قربان. آب کرفس شما. مامان شما فکراتونو کردین؟ عملی نیست. یعنی چی عملی نیست؟ بابا از شما حرف شنوی داره، اگه شما بهش بگین قبول میکنه. نمیتونم اینو بهش بگم چون بابات از بهرام بدش میاد، از چشش افتاده، قبول نمیکنه تو بری بشی معاون اون. خب نگو میخواد معاون بشه، بگو میخواد برگرده سر کارش. آره. به بابات دروغ بگم؟ آخه من که نمیتونم به بابای تو دروغ بگم، اگه فردا پس فردا اتفاقی افتاد چیکار کنم؟ من جوابشو میدم. خیلی بیجا میکنی، دختر که نباید به پدرش جواب بده. تو هرچی بابات بهت گفت بعد که چشم اصلا دوست دارم برگم سر کارم دیگه. برگردی سر کارت که چی بشه؟ به این شندرغاز حقوق احتیاج داری؟ بلنشو برو یه کلاسی ثبت نام کن که به معلوماتت اضافه کن، زبان، ریاضی، کامپیوتر. خوشم نمیاد. اصلا تو چی تا شایسته کمتره؟ برو کلاس تیراندازی ثبت نام کن، 4 تا تیر بنداز دلت واشه. اه این که گرمه، عوضش کن. واقعا که آخرین بارت باشه به مادرت بی احترامی می‌کنی ها.